و میخواهید در واقع زمان و امور این سرزمین رو به دست بگیرید و میخواهید دست به قول معروف دلال ها رو کوتاه کنید، شما باید حق دلالی دریافت کنید. آقا من حق دلالی نمیخوام. گفتن نه، یا باید دلال معرفی کنید که واسطه باشه، یا شما حق دلالی باید بپذیرید. نام به نام شما ما یک حساب باز میکنیم. گفت من به نامم حساب نمیخوام. ببینید اینا دفاعی که من از پادشاه ایران میکنم. گفت من به نامم حساب نمیخوام. اگر میخواهید حسابی برای من باز کنید، به نام شاهنشاه ایران باز کنید. ببینید تفاوت هست. اگر به نام محمد رضا پهلوی حسابی در خارج از میهن بود، الان وارثش رضا پهلوی بود. مطمئن باشید. متوجهی پادشاهی فقط اینو میخواهم بسیدیم که اگر ایران در عرض 40-50 سال 57 سال پیشرفته ترین کشور دنیا شد به طور نسبی، درود بر شما آفرین به شما، اگر در عرض 57 سال بهترین پیشرفته ترین کشور دنیا شد، پس اگر هر کسی بیاد درباره حساب بانکی یا حساب شاه یا چی برای اون ریختن یا چی نریختن، ولی اون چه شما میدونیم تمام کشورهای اتحادیه اروپا به سر رهبری انگلیس تاریخ دارم من جلو الان نوشته 130 سال انگلیس ها سپاهشون در قزوین، در بختیاری، در رشت، در گرگان، در تهران، روسها در قزوین، در کرمان، امریکایی ها و سویدی ها رئیس ما، تمام مملکت بر دست مردم بوده، بر دست بیگانه بوده. سخن شما تمامی که خوانه بیستوی اومده. اجازه بدید سخن شما کاملا درسته، من مخالفتی با سخن شما ندارم، ولی من نیازی به گفتن سخنان شما رو در حال حاضر براستی براش نمیبینم، زیرا که من میخوام مبارزه رو بنیان بذارم. من اینجا ننشستم که درس تاریخ بدم، ولی کسانی که صد راه مبارزه میشن من مشخص میکنم تا اونجایی که در واقع نیاز باشه. پاسخ میدم. ببینید احمدی نژاد، برای من احترامی که من برای احمدی نژاد دارم اینه که به عنوان دشمن روبروی من ایستاده، با سر بلند، با سینه برآمده، سرش بلند وقتی جنایت میکنه، سر بلند دشمن، سر بلند جنایتکار خونخوار، ما میگه دشمن سر بلند، این سر بلند نیست. هیتلر هم که سر بلند داره ایستاد، سر بلند اون خود شرف سر بلند چیه؟ گرامی من، ببینید گرامی من، قدرت اهریمن بیشتر از براستی قدرت اهورا هست. فکر نکنید که هیتلر، مگر فکر میکنید که هیتلر از آسمان اومد، از جامعه آسمان در اومد؟ باید شما در بلنده، اینا همه سرشون به پایینه، اینا همه آدم های استثمار هست، اینا آدم های استثمار سربلند گردن کلفت خونخوار هست. گرامی من، مگر گرد سرفکنده هست؟ در بلند شمایی، من در بلند هوشنگی که اونجا نشسته و عجیب خودش پول میده و داره این مبارزه میکنه و داره زندگی چونشو گذاشته، سربلند اون کسافتی که دست نشونده استثمار هست نیست. حالا شما با واژه سربلندی اگر اشکال دارید، ولی ایست بله شما واژه ما فردوسیه هیگه، من مقابل شما میستم و به قول معروف به خاک و خونتونم میکشم، فرزندانتون رو میکشم، بهشون تجاوز میکنم، دخترانتون رو صادر میکنم، اموالتون رو غارت میکنم اگر مردی بیای جلو. ببینید این سخن احمدی نژاده و هر چند ماهی چند سالی هم یک شورش گلابی به وجود میارن، مردم ایران رو میکشن تو خیابون، شناسایی میکنن، میگیرن، چرت میدن، تکه پاره میکنن، دوباره آرامش رو برقرار میکنن. آفرین آفرین، این معلوله. حالا علت چیه؟ علت اینه که کشور اروپایی هیچ گونه انرژی زیرزمینی ندارن، قابل قبول. 70 ساله که در تاریخ تمام کشور دنیا با جنگ‌های مستقیم و غیر مستقیم دخالت کردن، کاملا درست. پس ایران امروز انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اتحادیه اروپایی، همچین شخصیت بی پدر مادرایی رو من از شما توقع ندارم که در مقابل شاهزاده رضا پهلوی، کسی که پدر و پدر بزرگ ایران رو از 1400 سال دربدری در تاریخ نجات دادن، از ایران امروز کاری کردن که ایران هزارون هزار دشمن برای این
کسافت‌های روزخونا آفریدن در دنیا کاری کردن کارستان کاری کردن که در کاری خود نداشته سپاه دانش سپاه بهدار سپاه ترویج این کار رو ما چطوری میتونیم همچه خانواده شاد و دیز و پهلوی رو که اونم هدفش فقط به فقط اینه که در ایران برای سربلندی ایرانی ها سرفرازی ایرانی ها کار بکنه و یا کار سرهنگی در ایران بکنه و این حکومت ما چرا باید از اون انتقاد بکنیم از جایی که امروز باید از رسانه های گروهی انتقاد بکنیم این در مادره نمیزنه صدای من شما به ایران برسه بفهمن اینجوری سرسر هم آسانه ایران چی کار میکنن بذارید من پاسخ شما رو بدم گرامی من ببینید مشکل من اینه احمدی نژاد به عنوان دشمن مشخصه و ما در مقابل احمدی نژاد ایستادیم ولی شاهزاده به عنوان دوست که شما میگید به راستی آب به آسیاب دشمن میریزه مگر جناح موسوی متفاوت جناح احمدی نژاد هست چرا مردم را از مبارزه باز میداره شاهزاده ببینید که مگر شاهزاده صدای من رو نمیشنوه چرا شاهزاده حمایت از هوشنگ نمی کنه مگر صدای فولادمند رو نشنید مگر آشامسازه رضا پهلوی در تمام کنگره های دنیا مثل انگلیس و فرانسه و آلمان تمام دنیا سخنرانی کرده و از اون رنج و ستم و بدبختی که داره بر مردم ایران میره به اونا گفته فکر نکنید من آگاه نیستین شما آگاه ما هم میدونید گرامی من به عمل کار برایت به سخنرانی نیست شما داره میگی شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن داره زندگی میکنه واشنگتن دی سی یک شهریه که 6 طبقه زیرش زمین شهر داره این 6 طبقه تمام جاسوسای ایرانی جاسوسای امریکایی جاسوسای دنیا در زیرزمینهای واشنگتن دور و بر شاهزاده رضا پهلوی هستن کار نداره بگی آقا من نمیتونم بگی آقا من و شما باید یک کاری انجام بدن من و شما حالت کی؟ من شما من و شما باید تظاهراتی در ارامی من براستی من از پرداخت پول همین تلویزیون عاجزم شما چه میدونید که وضعیت اقتصادی من در این شرایط نابسامان اقتصادی چی هست؟ شما از کجا میدونید که من نیاز به پشتیبانی اگر پشتیبانی این ملت دارم که به قول معروف مبارزه این سرزمین رو به ثمر برسونم کجا هست آقای شاهزاده؟ من و شما وظیفه‌مون اینه که وضعیت اقتصادی شاهزاده رضا پهلوی و اجتماعی و سیاسی اونم درک کنیم 120 سازمانهای جاسوسی تماما دارن صبح تا شب اون و خانوادهشو در طرف اتحادیه شما ببینید آقای عزیز گلاب و شرخای شما فقط حرفاتون یک ایراد داره اونم اینه که شما از معلول حرف میزنید نه اشتباه میکنید از علت حرف نمیزنید من به شما میگم علت سوخت اشتباه شما میکنید علت گازیه که میخواد نه قراردادهاییه که در زمان قاجار تمام شاهان قاجار و انگلیس ها به دار زدن و سرشون رو بریدن بیرون کردن به خاطر قراردادها اجازه بدید گرامی ببینید من الان صدای شما رو قطع کردم ببینید به شما میگم اجازه بدید تا من پاسخ شما رو بدم صدای شما دوباره روی خطه بفرمایید ما نمیخوایم اینجا از قاجاریه دفاع کنیم این رو من اول بگم من اگر در ارتباط شاهنشاهی ایران صحبت من این میخوام به شما بگم استثمار من میخوام به شما بگم کتاب از شما رو نمیزنه شما اجازه بدید گرامی من ببینید شما به جهان هستی نگاه کنید شما به من میگید من از معلول سخن میگم اشتباه میکنی گرامی من شما به جهان هستی توجه کنید شما فکر میکنید ما به عنوان یک انسان یا به عنوان جانور جاندار موجود مگر ما از به قول معروف سمت حیوانات موذی میکروب ویروس مگه آزاد و رها هستیم که شاهزاده رضا پهلوی رو همه پدرش رو آواره کردن کشورش رو به قول معروف بیچاره کردن مردمش رو به روستیگری انداختن پدر بزرگش رو سوار کشتی کردن بردن وسط جزیره موریس نمیدونم زندانیش کردن دقش دادن حالا اینا بیان از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی کنن نه گرامی من اینو نمیگم منم جهان شما به این جهان هستی نگاه کنید مگر ما در محاصره تاریکی نیستیم ما اگر شما نور رو میبینید اگر ماده رو میبینید
در مقایسه قلمروی تاریکی براستی چیزی نیست. ببینید من واقعیت رو میبینم.